خروجی ها رو بگیریم من از این آیتم میتونم ترسیمات مربوط به نقشه کشی رو انجام بدم و حالا کل سازه رو بیام خروجی نقشه رو بگیرم قبل از اینکه نقشه رو بگیرم من اینو انصراف میدم توی تنظیمات وارد میشم تنظیمات نقشه کشی رو با هم ببینیم و معطا خروجی رو بگیریم از بالا من حالا نقشه کشی مقاطع رو اگه وارد بشیم اینا رو میخوام فواصل به صورت سانتی متر نشون داده بشه دیوارها رو ندارم برای ستون ها مقیاس افقی من نصف میکنم یک بیست بیستم و همچنین در سمت عمودی هم به همین صورت و حالا سایر تنظیم مناسب پس من این روی سانت قرار میدم وارد تراسه روی سطح سانتی متر ببینیم محل اتصال به تیر پیش فرض برنامه به شماتیک نشون داده میشه میتونیم ترسی واقعی رو داشته باشیم و حالا برخواه تکیگاهی نداشتم در دو سمت نشون داده نشه این ورق ها و اینجا اگه پایین تر بیایم میتونیم حالا چینش تیرها رو ببینیم تاثیر مخته حقیقی باشه همین رو من قبول میکنم و و لایه اینا تنظیماتش مناسب هست و پلان های طبقات وارد میشم باز مقیاس مناسب هست فقط طول تیر رو من میگم رسم نکنه روی پلان ممکنه شلوغ بکنه نقشه رو و باز ترازها و فاصله انتظه گذاری رو به سانتیمتر سانتی متر قرار میدم و ترسیم اتصال مفصلی هم توی واقعی در نظر میگیرم این رو حالا این تنظیمات نقشه کشی هست میتونید مثلا نام اتصالاتی بسیدونم روی پلان داشته باشید من این رو لحاظ نمی کنم. در نمای جانبی من فقط خط ها و هاشور رو وارد میشم حذف میکنم روی نان میذارم که هاشور رسم نشه توی نمای جانبی برای اتصالات من باز وارد میشم اینجا میتونین مقیاس رو باز کمتر بکنید من نصف میکنم تا کوچیکتر رست بشه اتصالات تیر به ستون نمای سه رو میخوام ترسیم بشه صفحه ستون داره این سه بودی رو مهار باز خواستیم مثلا من سه بودی رو میتونم کنم اتصالات ستون بسیم به بس همین صورت میتونید اینها رو داشته باشید من فرض اینجا سبودی رو داشته باشم و جزئیات قطعات مناسب پس و لیست و اون فرست متریال ها و پروفیل هایی که توی سازه استفاده کردین میتونین تنظیمات رو اینجا انجام بدین بعضی که تنظیمات رو ست کردین به عنوان حالا مای جا یک من اینها رو ذخیره میکنم هر سری خواستم اینو فراخونی میکنم این تنظیمات به صورت خودکار برای من فراخونی میشه خب حالا وارد تصمیم نقشه میشم آیتم که مد نظرم هست میتونم انتخاب بکنم مقاطع ستون ها تیر ها مهار بندی ها رست بشه ستون ها فقط از نمای X رست بشه پلان های طبقات رو دارم و حالا مثلا سقف ها رو هم من سقفی که حالا شمات کم طراحی کردیم و ترسیم کردیم اون رست بشه نمای استاندارد رو نمیخوام نمای تعریف شده و پلان های ستون گذاری اتصالات رو رسم بکنه و اگر آیتمی جان اندازم صفحه ستون و نهایتاً لیستوفر و سه بودی خود سازر من از نمای فعال ترسیماتش رو از برنامه میخوام که برای من رسم کنم وقتی قبول رو بزنید به صورت خودکار حالا توی چند سنت یک دقیقه این ترسیمات براتون انجام میشه اون آیتم هایی که زب در خود تو پروژه نداشتین اونه که سبز خورده ترسیماتش خواسته شده و رسم شده اون هایی که با رنگ توسی رنگ هست توی پروژه بوده مثلا نمای استاندارد رو من از داشتم و خودم نخواستم رسم, رسم نقشه شلوغ نشه مدتی صبر می‌کنیم تا این ترسیمات انجام بشه خب ترسیمات انجام شد و در ردیف های مختلف اینها رو داریم میبینیم من از پایین شروع میکنم و ببینیم چه ترسیماتی انجام شده خب پروفیل ستون ها هست مقطع تیرها رو داریم میبینیم مهاربندی رو اینجا داریم سمت ایکس ستون ها رو من الیویشنش رو ترسیم کردم اتصال به سطح واقعی داره اینجا نشون داده میشه و همتا که اینها رو دارم و پلان ریزی طبقات رو دارم اینجا برقهای تقویتی که بوده محل جهت ریزی رو دارم اینجا اینه که به صورت دایره هست اتصالات مفصلی نشون به سمت یک هم اتصالات گیردار بوده با مثلث در واقع داره نشون داده میشه و نهایتا الویشن مربوط به مهاربندی ها رو اینجا داریم اتصالات رو و به صورت کامل میتونیم ببینیم پلان ستون گذاری هست بیس پلیت هایی که هست تیپ C1 C2 و نهایتاً پلان مهاربندی است، اینجا مهاربندی داشتیم خود اتصال تیر به تیر رو اینجا دارم پایین شاپ قطعات رو میتونیم ببینیم همچنین برای این در ردیف بالا وصله ستون رو دارن باز شاپ قطعات و نهایتا اتصالات تیر به ستون هست حالا پیچه که استفاده شده M20 بوده 10 تا اینجا جوش نفوزی خورده گوشه داشتم با بود 6 در نمای سه بودی از بالا میتونیم ببینیم نمای بغل و نهایتا نمای روبرو و پایین هم باز شاپ قطعاتمون هست بنزمان فلس و جدولی که استفاده شده تعداد این اتصال 40 تا بوده و همچنین حالا برای اتصال وصله تیوی و اتصالات ساده یا مفصلی هم برای این ترتیب داریم و نهایتا خود مهاربندی ها رو دارم باز شاپ قطعات برای زبدری و خود صفحه ستون نهایتا اینجا اتصالات هست سبودی و باز بولت و حالا شاپ قطعات و خود بولتی که استفاده شده دار رو دارم و نهایتا سبودی خود سازه رو داریم و لیستوفر یا فیلس متریال ها و پروفیل هایی که در سازه استفاده شده برای ستون تیر هم دکمین مثلا تیر b هست چهارده تا داشتیم سکشنش چی بوده طول رو داریم وزنش و سایر مشخصات رو اینجا میتونید داشته باشید برای خود مقاطع و پروفیل که استفاده کردین در پروژهتون مجموعا تقریبا 12 تون پروفیل استفاده کردید و 10 تون هم ورق هاتون بوده این تقریبا 22 دو, دو, دو نیم تون این ورق ها بوده باز لغمه اگر داشتین اتصالات تی بستون این ها رو به سطح کامل میتونید ببینید با دیتیل مجزا که براتون مشخص شد و حتا که استفاده کردین تو پروژه و اگر بتون داشتین اینجا ادیت این هم برای من فراهم از اینجا میتونم مثلا اتوکد ادیت بکنم کپی بکنم کنم. مثلا فرض کن این رو من تو پروژه بتونی نداشتم دیو ورشی نداشتم میخوام پاکان کافی از انتخاب بکنم و حذف بکنم این ادیت های که حالا اون عمومی اتوکد رو همینجا دارید میتونید اینجا ادیت هم بکنید من نقشه قبل اینکه سیو بکنم میخوام شیت بندیش هم بکنم روی این آیتم کلیک میکنم حالا اینجا میتونید به صد دستی خودتون شید اضافه بکنید یا شید بندی خودکار اینا هم مقاطع تیرها هست و بالا هم همون لیست سفر سازا دارید من شید بندی خودکار رو انتخاب میکنم فاصله کارت ها رو اینجا میتونید تنظیم بکنید فرض کنید من فاصله ای مقداری کمتر میکنم فاصله بین شید ها رو شید بندی اتوماتیک باشه اینها مناسب است من حتا سایز شیتی رو که میخواهید انتخاب میکنید و دکمه قبول رو میزنید برنامه اینها رو داخل شیت میچینه وقتی دکمه اوکی رو بزنید نقشه ها به صورت شیت بندی شده آماده خواهم بود اینجا نقشه هم تکمی شیت بندی شد داخل این کاردی که من تنگ کردم مشخص هست حالا اینجا لجند نقشه ها جنرال نوت اینها رو دارید و تو شیت مناسب هم شیده شده اینها حتی نمیتونید به صورت فایل اوتگردی ذخیره بکنید من به عنوان مثلا STR این ذخیره میکنم و اتوکت 2014 هم از فرمت این که در همه اتوکت به راحتی میتونه باز بشه برای خروجی ها هم من اگر حالا اینجا فرض کنید من بخوام یک نقشه دیگر رو بگیرم فرض کنید فقط میخوام مقاطع رو بگیرم کافی از حذف بکنم مقاطع تیرها و ستون ها رو میخوام نقشه رو بگیرم باز خیلی راحت میتونید این کار انجام بدید روی این تب باز ذخیره بکنید و باز خواست این تب ها رو ببندید من این تب رو باز میبندم همطور که این روی سبودی ما اتصالات رو داریم به کامل شما میتونید به راحتی اینها رو وارد تکلا هم بکنید کافی از از این آیتم استفاده بکنید و خروجی رو به تکلا بگیرید اگر انتخاب بکنید حالا اون تیرها و مقاطع ستونها همه رو اینها رو انتخاب بکنید و به انزام خود اتصالات و وارد تکلا بکنید این رو برای گزارش های باز خود دفترچه محاسبات اینجا اگر بخوایم ببینیم من باز روی تنظیمات قبلش وارد میشم این تنظیمات رو میتونید انجام بدید یک بار وقت استفاده بکنید توی کنترل سازه اینها رو دیدیم که آیتم ها رو میتونستیم تنظیم بکنیم همچنین برای حالا سایر اینها میتونید برای گزارش ها هم این تنظیمات رو داشته باشیم که اینجا میتونیم ببینیم باز کنترل های سازه همه اینها رو داریم برای تکلا هم خواستیم باز آیتما ها در دسترس هست و میتونید اینها رو تنظیمات رو انجام بدید من روی گزارش کلیک میکنم یا دفترچه محاسبات حالا از اون تنظیماتی که اونجا دیدیم اطلاعات پروژه اینها فراخونی میشه اتصالات تیر به ستون حالا قاعدتا مثلا یک تیپ کافی است یک دونش رو من میگیرم برای صفحه ستونم به همین صورت یک دونش رو باز مهاربندی ها یه دونه و یه نم برای زبدری اصله ها و کنترل های سازه رو باز آیتم که مد نظرتون هست میتونید انتخاب بکنید من همه رو میگیرم باز مقاطع من خلاصه رو فقط انتخاب میکنم و نهایتا لیست مسائل رو انتخاب میکنم و حالا دیوار که نداشتم و نهایتا اتصالاتی رو هم یک رو انتخاب میکنم حالا محل ذخیره رو میتونید بس جایی که مدد از هست من به عنوان کل نو ذخیره میکنم و منتظر میشم تا خروجی آماده بشه دوستان از من وارد پوشه مقصد شدم اینجا فایل محاسبات رو که پروژه گرفتم با هم تیم ببینیم مشخصات پروژه است که تنظیمات برنامه میخونه و اتصالات تیر به ستون و به همین ترتیب سر اتصالات حالا مهار ها رو داریم و حالا نقشه خود اتصالات رو دارید میبینیم معبود هست به صفحه ستون به صورت کامل اینجا تفترش محاسبات رو داریم و کنترل های سازه رو داریم حالا من سعی قد میشم فقط صرفا دفترچه رو ببینیم بذات کامل این گزارش در دسته ساعت اتصالاتی رو و نهایتا خود مصالح رو و خروجی های مربوطه ای که انتخاب کردیم اینجا گزارش ها شد داریم به صورت فایل ورد هم هست اگر هر جا خوب خب رو این ادیت ها رو انجام بدید و تغییرات رو داشته باشیم و نهایتا به صورت یه گزارش کامل برای کارفرما یا نظام مهندسی در اختیار دیگران هم قرار بدید به پایینه مجموعه رسیدیم خیلی خوشحال شدم که تونستم تو این مجموعه خدمت شما دوستان عزیز باشم امیدوارم که تونسته باشم مطالب رو به نحو احسن ارائه کنم و انشاءالله در آموزش بعدی هم خدمت شما دوستان عزیز باشم شما رو به خداوند بزرگ و مهربان نیست برم خدا نگهدارم